عزیزای دل، برگشتیم به ادامه شامیک. ما امشام به مناسبت روز میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم، یکی از پر افتخارترین شخصیت های دینی جهان را دعوت کردیم که من مطمئن استم شما و همه ما با نامش، با صدای زیبایش آشنا هستیم. حالا یک بیوگرافی را که امکارای ما به صدای شمس آماده کردن، میریم با هم میبینیم. در ادامه برنامه ما را امروی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت باره. عبدالکبیر حیدری، فرزند مرحوم الحاج غلام حیدر حیدری، در سال 1983 میلادی در منطقه وزیرآباد شهر کابل در یک فامیل قرآن دوست و متدین چشم به جهان گشود. وی دروس ابتدایی را الا صنف نهم در مکتب سعدالدین انصاری به اتمام رسانید که بعد از آن جهت ادامه تحصیل در سال 2001 میلادی عازم کشور مصر شدند که توانستند در بخش اختلاف قرائت 7 و 10 تا مقطع لسانس دستاورد علمی داشته باشند. جناب استاد حیدری نسبت به شوق و علاقه وافر به تلاوت کلام الله مجید، مخصوصا صدای مرحوم ملک القرا استاد عبدالصمد محمد عبدالباسط داشت. از همان آوان کودکی شروع به فراگیری علوم قرآنی نزد اساتید همان وقت نمود. شیخ عبدالکبیر حیدری، قاری بین المللی افغانستان، تنها تحصیل را بسنده نکرده و همزمان در جریان تحصیل در کشور مصر به نمایندگی از افغانستان و کشورهای مختلف سفرهای قرآنی داشته که بعد از اتمام دروس در الازهر در صدد این شد تا به وطن برگردد و برای وطن و اولاد وطن نیز از راه قرآن و دین خدمات شایانی را انجام دهد. وی با تلاشهایش موفق شد تا نهاد تعلیم قرآن را تحت نام مجمع قرآنی شیخ عبدالکبیر حیدری بنیادگذاری کند که خوشبختانه این نهاد با داشتن 6 نمایندگی رسمی در سطح شهر کابل مشغول تدریس بیش از 3000 دانش آموز قرآنی است و همچنان قابل ذکر است که مدارس مختلف قرآنی در ولایات مختلف افغانستان تحت نظارت مجمع شیخ عبدالکبیر حیدری فعالیت دارند. استاد حیدری در کنار فعالیت‌ها و دستاوردهای قرآنی یکی از ورزشکاران حرفه‌ای در بخش کونگ‌فو و فوتبال نیز هستند که در این رشته‌ها مدال‌های متنوعی را اخذ نمودند. والد وی مرحوم غلام حیدر حیدری یکی از دهقانان با ایمان و قرآن دوست بود که هر از گاهی به بنیادگذاری محافل دینی و قرآنی در منطقه می‌پرداختند و به روایت یکی از نزدیکان جناب حیدری که می‌گوید روزی از روزها زیر آفتاب سوزان، پدر مرحوم ایشان در جریان دهقانی ناگهان با شنیدن نوای قرآن تکان می‌خورد و با دستان پر از خاک و تن خسته از فشار کار دست به آسمان بلند می‌نماید و همراه با چشمانی که حالا سیراب از اشک شده بودند از خداوند می‌خواهد تا فرزندی برایش نصیب کند که حافظ قرآن و خدمتگار راه قرآن باشد. قاری عبدالکبیر حیدری افغانی با زبانهای دری، پشتو، عربی و انگلیسی آشنا. مختصری از فعالیت‌ها و دستاوردها. مؤسس و بنیانگذار بزرگترین و تخصصی ترین مرکز قرآنی در افغانستان با نام شیخ عبدالکبیر حیدری. داوری در 12 و 13 دور مسابقات بین المللی قرآن کریم در شبکه تلویزیونی الکوثر. داوری در مسابقات بین المللی قرآن کریم کشور عراق. داوری در 38 دور مسابقات بین المللی قرآن کریم میان 52 کشور دنیا در کشور جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از افغانستان. مبلغ و سفیر قرائت قرآن کریم در قاره های آسیا، آمریکا، اروپا، آفریقا و استرالیا به نمایندگی از افغانستان. دارنده مدرک علوم قرآنی و اختلاف قرائت از دانشگاه الازهر مصر، اجازه تسلسل قرائات از شیوخ الازهر مصر، کسب عنوان قاری برتر جهان در مسابقات جهانی کشور روسیه، برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم برای اولین بار در افغانستان را با میزبانی 25 کشور جهان و با داوری حکمای بین المللی از 10 کشور دنیا، بنیانگذاری محافل حسن قرائت با حضور قاریان برجسته جهان اسلام،
استاد حیدری یکی از افتخار آفرینان قرآنی کشور ما در دوره معاصر می باشد که بارها نام افغانستان را در سطح بین الملل با افتخار بلند نموده است و مردم افغانستان را به دستاوردهای معنویشان روحیه مضاعف بخشیدند. آثار قرآنی شیخ عبدالکبیر حیدری، ثبت 30 جزء قرآن کریم در مصر در سال 2010 با تایید الازهر مصر و رئیس قاریان جهان اسلام برای اولین بار در تاریخ قاریان غیر عرب، ثبت 30 جزء قرآن کریم در یکی از تلویزیون‌های خصوصی در افغانستان، ثبت 30 جزء قرآن کریم با ترجمه فارسی، ثبت 30 جزء قرآن کریم با ترجمه انگلیسی با تایید دانشگاه الازهر مصر، ثبت بخشی از سوره های قرآن کریم با ترجمه پشتو، ثبت جزء 30 برای اطفال و نواموزان به روش معلم، ثبت 120 جلسه درسی قرآن کریم در سطوح مختلف توسط اساتید مجمع قرآنی شیخ عبدالکبیر حیدری. برای ایشان قدم های استوار، حنجره ای پر از عشق تمنا داریم.